یوری ولکوف سیاه است و با تحقیقات‌های علمی مشغول شده از شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه به تاجیکستان آمده است. حالا او در آثارخانه تاریخی ولایت سوخت قرار دارد. می‌خواهد آثار و تاریخ تاجیکان را آموخته با خبر باشد. سیاه یوری ولکوف می‌گوید که آثارهای قدیمی ملی تاجیکان، صحن و نگاره‌های آثارخانه تاریخی ولایت سوخت برایش پسند آمده است. ми сейчас були в нижньому залі, там от эти все панно, которые мозаїчні з каменя. Очень впечатляют, потому что, ну, как я понял, что делали не один год эти панно, то есть это такой труд вложен, так это, ну, очень замечательно. Ну и знакомлюсь вот сейчас первое с историей и Таджикистана, и Сагдийской области, то есть вот эти все раскопки, которые там раскапывают там несколько тысячелетий назад, то есть вот это все это удивляет. در ولایت سوخت شماره سیاحان خارجی افزوده است. دوام 9 ماه آخر بیش از 33000 سیاحان خارجی و داخلی از آثارخانه های حدود ولایت سوخت دیدن کردند که 3234 نفرشان را مهمان های خارجی تشکیل می دهند. این رقم نسبت به سال گذشته زیاد است. در آثارخانه های تاریخی ولایت طبق شماره های آماری 16661 نگاره های تاریخی و فرهنگی موجود است که نزدیک 2000 آن به معرض تماشا گذاشته شده است. مدیر شعبه عمومی فرهنگی و رابطه با جامعه آثارخانه تاریخی ولایت سوخت شریفخان سیفیه از فعالیت 9 ماهه سال جاری معلومات داد. در تاریخ علم و فرهنگ و محیط معنوی جامعه تاسیس و فعالیت آثارخانه ها این اهمیتی هم علمی هم نظری و دربر میگیرد که در خود حدود ولایت سوخت 22 عدد آثارخانه ها فعالیت میبرند که یکی از آنها آثارخانه تاریخی ولایت سوخت میباشد که یک جزء ساختار مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خجند میباشد که در ما باز دو آثارخانه ها فعالیت میبرند. این هم باشد آثارخانه بستانشناسی و استحکامات شهر خجند به نام نویمو نعمتف و خانه موزه کمال خجندی می باشد. آثارخانه چه خیلی که گفتیم خود آینه تاریخ است و جای مقدس است که از دیدن آثارخانه یعنی سیاحان از تاریخ و فرهنگ بوی و غنی ملت تاجیک آگاهی پیدا می کنند. در آثارخانه تاریخی ولایت سوخت 6 نفر راهبلدان فعالیت میبرند که آنها با زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی و ازبکی حرف میزنند. امید یولداشوه فعالیتش را در آثارخانه از سال 2015 همچون ناظر تالار آغاز کرده است. دو ماه میشود که او همچون راهبلد کار میکند. وی ضمن صحبت ذکر نمود که دقت سیاحان را بیشتر دیارامه مبارزه تیمورملک بر ضد چنگیز خان و قهرمانی های اسپیتامین جلب میکند. همه روز از خانه ما مهمانان دور و نزدیک دیدن با عمل میوارند که ما با آنها سیر علمی با زبان روسی، تاجیکی، ازبکی و انگلیسی سیر علمی میگذرانیم و با آنها از تاریخ پرغنایت تاجیک معلومات بیشتر میدهیم. بیشتر از شهرهای مسکوه، از امریکانس ها میآیند، از تاشکند ها آمده استادند. Мы смотрели, как сохранилась комната раскопанная, там краски все сохранились, наскальные рисунки, то есть это очень замечательно. И то, что вот создали, обрамили так вот это все, вот это то, что раскапывают таким залом, то есть очень тоже впечатляет, мне все понравилось, то есть постараюсь сейчас еще посмотреть. همروزه برابر یوری ولکوف ده ها سیاحان به تماشای آثارخانه های ولایت می آیند. آنها بعد فرجام سیر علمی و تماشای آثارخانه تأثیرات خود را به کتاب مهمانان فخری به طور زیل می گذارند. افزودن سیاحان در ولایت سوخت از پیشروی درنگ می دهد. از این رو زیاد نمودن موضع های سیاحی و رشد ساحه سیاحی مهم ارزیابی شده مکان های تاریخی معرفی را تقاضا می کند. گزارش منظور بختیارزاده نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.